بارها گفتم که دشمنان وجودی ایران به خوبی میدونن که اگر جمهوری اسلامی سقوط کنه ایران سقوط خواهد کرد. خب خیلی از اینا میگه نه آقا جمهوری اسلامی سقوط کنه غربی ها عاشق چشم و ابرو مونن و همه چی اوکی و اصلا یه رفعه ایران میره کجا و آقای رضا پهلوی میگه آقا مثلا ایران میشه بازار غربی ها. اینا خیلی چیزا اینجوری میگن در که خیلی خوشم میاد با گذر زمان وقاحت اینا انقدر زیاد میشه که حقایقو یا سوتی میدن یا میگن، یعنی دیگه خیلی دارن علنی تر میگن. ببینید دعوا با جمهوری اسلامی که اینا دارن، میگم یه دعوای خیلی بزرگتری از این حرفا. ببین شما بارها توضیح دادیم بازم توضیح خواهیم داد که کشورهای غربی مشکلشون با جمهوری اسلامی این نیستش که چرا دخترای ما حجاب دارن، چرا ما کلوب نداریم، دیسکو نداریم، آزادی های مدنی جلوش گرفته شده. ما نقد داریم اینا رو به جمهوری اسلامی، واقعا نقد جدی هم داریم، ولی این کشورات مشکلشون اینجا نیست، محل بحث اینجا نیست، وگرنه در عربستان سعودی تو اینو من قبول دارم فعلا که کشورهای دیگه اگه میان مثلا به جمهوری اسلامی بخوان فشار بیارن، حتی اگرم از چیزای حقوق بشری بخوان استفاده بکنن، خیلی کاراشون تناقض داره، میدونین؟ یعنی اول باید یک کشور دشمنشون باشه از لحاظ سیاسی، از لحاظ جیوپولیتیکلی، بعد میان گیر میدن به حقوق بشرشون. اگه که حقوق بشرشون خوب باشه، بد باشه ولی دوستشون باشن، هیچ کاری باهاشون ندارن. همه این زمین ها میبینی که بدتر از ماست و حتی همین عربستان سعودی خب واقعا بدترین، یکی از بدترین کشور هست با کاری که تو یمن کرده. با مخالفش هم که تیکه تیکه میکنه. نه یه چیزی بگم، این که میگم مخالفش تیکه تیکه میکنه، یه چیزی که من خیلی روش حساسم، برای اینکه من خیلی برام خیلی اذیتم میشه که وقتی همه دنیا فقط، یعنی ببینید من قاشقچی رو واقعا خیلی قاشقچی اسمش رو چجوری بگم، خیلی بد کشتنش و خیلی کار واقعا غیر انسانی بود، ولی خیلی هم برای من عجیبه، یعنی عجیب هم نیست، البته انتظارشو دارم که این همه مردم رو توی هم تو خود خاک عربستان هم تو یمن دولت عربستان انقدر فعالیت هایی که ضد حقوق بشری کرد، خب چند صد هزار نفر به خاطر عربستان سعودی کشته شد. یکی از بزرگترین الان فاجعه های ضد حقوق بشری توی جهان همین الان توی یمنه، ولی باید یک نفر که رزیدنت آمریکا بود این بلا رو سرش می آوردن، که یه رپورتری که من نمیخوام کم کنم کاری که باید قاشقشو کردم، من اتفاقا هرچی بیشتر در به قاشقشو میخونم خیلی بیشتر دارم براش سوخت. یعنی من اول یه مدتی یعنی خیلی احساسی نبودم، میگفتم این کار بدی بود، این رپورت یه چیز بود، یه جورنالیست بود، خب معلومه که کار غلیظ بشریه، ولی بعد که بیشتر دربارش خوندم اصلا دلم براش سوخت. واقعا کسی بود که داشت سعی میکرد برای مردمش یه کشور بهتر بیاره، البته خب عقاید اشتباه هم داشت، ولی خب بالاخره واقعا یه قهرمان بود به نظر من این قاشقچی. ولی برای من خیلی ناراحت کننده است که تو دنیای زندگی میکنیم که جون یه نفر مثل قاشقچی ارزشش از صدها هزار نفر توی یمن بیشتره. بازم من اینو بگم خیلی فکر میکنم من مثلا میخوام بگم کشتن قاشقچی کار کمی، یعنی بی اهمیتی بود. نه اصلا بی اهمیت نبود، خیلی چیز اهمیت داشت، ولی اهمیت مردم یمن بیشتره تو تعدادشون بیشتره.